سبک رو ببینم. این وقت شب اینجا چه کار میکنی شما؟ سلام آقا موسا. سلام علیکم. ببخش من سرم به کار گرم بود، اصلا نفهمیدم که شب شد. مال کدوم بخشین شما؟ مال آزمایشگاه. چطور مگه؟ دخترم من همه دره رو قلف کردم، الان چه وقت رفتن شماست؟ شرمندم، بذار نخوش احوالم هستم، میگم سرم به کار گرم بود، زحمتی نیستین در باز کنیم من برم. بیا بریم، بیا بریم دره براتون باز کنیم. هم آقا موسا، فقط لطفاً بین خودمون بمونه، من اینجا بودم. چرا؟ همینجوری میخوام حساسیت درست نشه، من یه ذره کارام عقب افتاد، دست میمونم اونا رو انجام بدم. بعد دهنه قصه قصه خیالتون راحت باشه. دست اینجا بردم. خداحافظ. خداحافظ. جناب آقای دکتر ساری، موسا هستم، آبدارچی شرکت. سلام موسا، شناختم. بگو. آقا فرمایش کرده بودی اگه چیزی خبری بود بهتون بگم. چیزی شده؟ آقا شرکت الان تعطیله، اما یکی از کارمندان هنوز توی شرکت بود که نزدیک اومد در روش قلف کنم. کی بود؟ مشتاق، خانم مشتاق آزمایشگاهیه. آها، نفهمیدی دنبال چی بود؟ نه آقا، اما اصرار کرد که به کسی چیزی نگم، یعنی هیچ کسی نباید بفهمه این موقع شب اینجا بوده. خوب کردی آفرین، حواستو خوب جمع کن. چشم آقا، رو چشم، ما در خدمت شما، لازمه به دکتر امینی بگم یا نه؟ نه نه نه، چیزی نگو آقا موسا، به هیچ کس چیزی نگو، هیچ کس. من خودم هم بر وقت میام دفتر. امری نداریم؟ خداحافظ. خدا نگهدار شما. بابا چقدر بهت میاد. مگه دخترم ازم تعریف کنه؟ کی از شما تعریف نمیکنه؟ وقتی میاد آموزشگاه دنبالم همه بچه‌ها از حسادت میترکن، اصلا باورشون نمیشه همچین بابایی داشته باشم. اونا یا چشاشون ضعیفه یا خوشتیپ ندیدن. ناهید ببین خوبه پوشیدم. به به، چی شدی؟ برم لباس خودم رو بپوشم. این چه حرفیه؟ امروز روز مهمیه، باید با همیشه فرق کنی یا نه؟ اسلام جان ماما، بادو بیا، بادو بیا. وای وای بابا، جنورم بایستین یه چند تا عکس دست بگیرم. خوب من رو دوره کردین ها. بابا شما قراره توی یه فیلم تبلیغاتی حرف بزنین، یکم هم به فکر چیزی که قراره تبلیغشونین باشین دیگه. من که تبلیغات چی نیستم، دارو که تبلیغ نمیخواد، همش زیر سر اون رفیقمه. خدا حفظش کنه، اگه اون نباشی که اصلا به فکر خودت نیستی. الحقم که چه سلیقه‌ای داره. کنه اگه اون نباشی که اصلا به فکر خودت نیستی. آقا عمو فرزاده، مثل همیشه سر وقت. هم برم همون روپوش همیشگی هم بپوشم که بهش عادت دارم. اگه حریف رفیقت میشی حرفی نیست. سلام. سلام عمو. سلام سلام. شادامادمون حاضره؟ غرغر کرده ولی پوشیده، عادتش قرار بزنه. واقعا داماد شده عمو. بریم ببینیم. سلام آقا فرزاد، خوش اومدین. ممنون متشکرم. دستتون درد نکنه، چقدر بهش میاد. بالاخره بعد این همه سال
قواره تنه رفیقم دستمه. فقط تا میتونه داره قرقر میکنه. نگران نباش، اونو بذار واده من. سلام پیرمرد. سلام. ببین ما رو به چه وضعی انداختی. اگه ناراضی هستی یکی دیگه هم برات آوردم. یکی دیگه؟ آره بابا. چرا؟ اینو در بیار، این داره خفم میکنه. دستش نزن. خوبه؟ خیلی هم قشنگ. چه رنگی بهت میاد. عجب چیز شده. همه این نمایش ها زیر سر توه. از اون فیلم کذایی گرفته تا این ریشتی که درست کردی برای ما. آقای دکتر بهروز امینی، تو کار مهمی کردی، دارو ساختی. بس تو دیگه چرا قد عکس میگیری؟ حالا یه رخ بدین، این عکس فرق میکنه. بگی بگی یه رخ بدین. آلال مامان برو چای بیار. چشم. شروعش کردین ها نای جان. ببین کی دارم میگم، آیا این رفیق بنده بالاخره کار خودشو نکرد؟ اگر همون روپوش سفید رو نپوشید من اسمم رو عوض میکنم. ما قبلا اسم شما رو عوض کردیم چرچیل. خیالتون راحت، من ضمانتش میکنم. دوست عزیز، یه امروز دل بده به من، ضرر نمیکنی. دوست دیرینه من. ما عمری دل و اختیار اونو دادیم دست شما. احسان جونم دیدر بیا بینم برای همشب همیشه مرتبه؟ طبق برنامه ریزی شما درست و دقیق مثل همیشه. سودی که ندادین که تا یادل تو اینم که میدونم باید چیکار کنم. مو به مو براشون گفتم. میخوام حواست به سارا هم باشه. نمیدونم از صبح چرا اینقدر تو لاک خودشه. لابد باز خواب بد دیده. اینم بهش برسون، خونه جا گذاشته بود. خوشبالش باباش چقدر حواسش بشه هست. تازه قراره امشب اختصاصی برای من فیلم برداری و عکاسی هم بکنه. طبق برنامه ریزی که من کردم فردا شب این فیلم میره روی سایت، همه منتظرشن. فرضا تو فکر میکنی واقعا برای ارائه این دارو احتیاج به این همه سرصدا و تبلیغات هست؟ بله که هست. اگه تو این فیلم باشی همه تو رو میشناسن، فروش دارو میره بالا. اگه واقعا من ساخته بودم خب خودم این کارا رو میکردم. یعنی خول بودم من این همه جر و بحث میکنم، این همه خرج میکنم. به نظرم نباید با این دارو مثل یک کالای تجاری برخورد کرد. بهروز جان، کالا چه تجارتی باشه چه نباشه نیاز به تبلیغ داره. شنیدی چرچیل تو جنگ دوم جهانی چی کار کرده؟ این میره با استالین ساخت و پاخت میکنه برای که بتونه جلو هیتلر رو بگیره. بعد بهش میگن آقا یک کشور سرمایه‌داری میره با کمونیست‌ها ساخت و پاخت میکنه. میگه بله، برای اینکه بتونم جلوی شر بزرگ رو بگیرم من حاضرم با شیطانم معامله کنم. ما دو تا ترکیب جالبی هستیم. خب الان شر بزرگ ما چیه؟ سرطان. خب باید با هر سلاحی که شده باش در بیافتیم. ببین اصلا تو یه آدم علمی هستی، اینجور کار رو بسپار به عهده من. من حالا را فکر دارم، میخوام این شرکت رو بین‌المللی کنم. من برای صادراتش برنامه ها ریختم. باید این دارو پول در بیاری که ما بتونیم مسیرمون رو ادامه بدیم. متاسفانه اینم خودش راهیه. متاسفانه؟ ببین اگه خیال میکنی من از جرب از خسته میشم کور خوندی. من هر مذاکره هم، حتی اگه این مذاکره یک روز دو روز سه روز یک سالم طول بکشه من هستم. حتی اگه از مذاکرات برجامم طولانی تر بشه بازم هستم. باشه تسلیم. مردم خیلی به این دارو امید بستن فرزاد. امیدوارم همه چی خوب پیش بره. منم امیدوارم کسی چوبلای شرخمون نذاره. چی شده مگه؟ بالاخره بازار دیگه. هزار جور تنگ نظری، حقارت، حسادت. فرزاد یه چیزی از طبق معمول داری پنهانش میکنی. این تکرویت منو اذیت میکنه. ببین ما تقسیم کار کردیم. تو مرد اعداد و فرمول آزمایشگاهی، چی کار داری به این آدمای دوز و کلک؟ اینا رو بسپار به عهده من. من بلدم چجوری باشون کنار بیام. فقط اسمشو بگو. که بری صاف بذاری کف دستشو همشتو خراب کنی. من به اون زنبور کوچولوه کاری ندارم. من اون اصل و هدف میرم، کندو رو. بعدم یه کبریت میکشم، زنبور و کندو و همه رو میفرستم هوا. خودت تصمیم میگیری، محاکمه میکنی، حکم صادر میکنی، مجازات میکنی. دستشو در نکنم. ناراحت نشو، من میدونم نیتت خیره. من اصلا با محتوات مشکل ندارم، با فرمت که مشکل دارم. اصل محتواست،
فرم فرمالیته هست. تو فقط متمرکز شو روی فیلم تبلیغاتی، بقیهش با من. گاز بگیر. بسام عکس نگیر دیگه. سارا نگیر. سارا بر نمیگردم. سارا بر نمیگردم. عکس آخر. سارا بسام عکس نگیر دیگه. حوصله خوردن صبونه مشتی رو داری؟ حلیم گرفتم. تا کجا فهمیدی من صبونه نخوردم؟ من هم دیگه. بریم. 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 عجب حلیمی. اوه داشت یادم میرفت. بفرمایی. دست درد نکنه. بابا آورداره؟ بله. چقدر احتیاجش داشتم، همه کارام مونده. خوش به حالت که همچین بابایی داری. خوش به حالت تو که همچین پدرزنی داری. که البته. اما فرزاد خیلی خوش سلیقه است. کچلوار بابام عالی بود. مگه میشه بابای من خوش سلیقه نباشه؟ خوش بابای منم اینجوری بود. با عمو فرزاد خیلی راحتم، ولی بابام اینطوری نیست. یه ذره ارتباط گرفتن باهاش سخته. اصلا بابات خیلی دوستت داره. فقط میدونی آدمی نیست که هر چیزی رو به زبون بیاره. بالاخره آدم دوست داره یه چیزایی رو بشنوه. مثلا چی؟ مثلا دوستت دارم. کور خوندی، حالا حالا از زبون منو نمیشن. از دلت که خبر دارم. من خیلی هم مطمئن نباش. چه دیوونه، شوخی کردم. بس ببینم چیا گرفتی. وای اینا رو. حسام. سارا. این عکس بابا اینا چه خوب شده، نگاه کن. آره. بذار اینو چاپش کن. که چی بشه؟ بابای من و تو 30 سال همینطوری کنار همن دیگه، خودشون شدن عکس یادگاری. حالا اگه یه عکس از خودم و خودت بود یه چیزی، حالا اونم به وقتش میگیریم. خب عکس گرفتن همین جوری نیست که، بالاخره یه مقدماتی لازم داره. تو یه چیزیت هستا، ما یه دونه عکس دو نفره با هم دیگه نداریم. هر چی تا حالا عکس گرفتم گفتی بد شده، پاک کن. خب عزیزم من آدم سخیر و مشکل پسندیم، همینجوری الکی شما رو انتخاب نکردم. راست میگی. حالا پر رو نشو. حسام هر شب دارم خواب عروسیمونو میبینم. بازم خوابای بد بر. البته این خوابای بد من دیگه برای شما شده جوک. نه شام چی هست؟ کافی هست؟ کم نیست؟ من دیگه حوصله قرقر مهمونا رو ندارم. ها نه همه چی خوبه، فقط مثل همیشه کتت داره به تنت زار میزنه. در عوضش موات عالیه. ها مو؟ مو؟ انقدر لفتش دادی همش سفید شد، پیر شدم. خب حالا چه زودم بهش بر میخوره. مثلا وسط عروسی همش یه اتفاقی میفته که همه چی رو خراب میشه. چی مثلا؟ خب نمیدونم، اگه میدونستم که جلوشو میگرفتم. نمیدونم، یه چیزی مثل یه خبر بد. هرچی سر میچرخوندم بابا تو عروسیمون نبود. از هر کی هم که میپرسیدم هیچکی ازش خبر نداشت. اینقدر بدبین نباش، همه چی به خوبی و خوشی پیش میره. حسام بابا معده‌اش مشکل داره، قند و چربیش هم که بالاست. هرچی هم بهش میگم بابا جون خب حداقل پاستا نخور، کیک نخور، شیرنی نخور، اصلا گوش نمیده که. خب با اون دستپخت معرکه آدم نمیتونه از خیر اون چیزایی که درست کرده بگذره. این ظاهرشه، از بیخوابیاش میفهمم چقدر استرس داره. استرس؟ بابای تو یه چیزی بگو بگنجه. چیه؟ چرا اینجور نگاه میکنی؟ حلیم نخوردی که؟ گرست نمیمونی ها؟ دیگه چیزی نمونده بریم سر خونه زندگیمون. من که لحظه شماری میکنم. الکی نگو. یعنی من دارم نمیخواد؟
چرا، ولی از یه چیزایی میترسی؟ اصلا هم اینطوری نیست. ببخشی من اصلا حواسم نبود، فکرم دکتر ساریه. ماشینش دست منه. بله من شما رو میشناسم آقای امینی کوچک. ببخشی ترسون نبتون. خسته نباشی آقا موسی. آقا موسی نهایی کی بود؟ سرمدی، کیوان سرمدی، مسئول بازرگانی شرکت باباته. چطور اینو نمیشناسی؟ آقای امینی خیلی هم لارج لارجه. ممنون. نمودارا نیستش که. نمودارا رو سریع آماده کنیم بفرستیم. عجله کنین دیگه، تاکید نکنم ها. کوشکی جان یه بار بالا سرینا وایسا قربونه. بودو چشم هست. سلام علیکم. سلام علیکم. کجایی شما؟ با دکتر ساری از سوپتالا هزار دفعه سراغتون رو گرفت. این کارشون شروع شد. دیگه داره فیلم برداری شروع میشه. فقط عجله کنین بودو. قبلش خودتون به دکتر ساری نشون بدید مثل اسفند رو آتیشا. آقای حبیبی سلام. 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 هر وقت اومدنی. ببخشید. کاری نیست. خیلی ببخشید. بفرمایید. چه خبر؟ سلام بابا. خوشگل. سلام بابا جون خوبی؟ ممنون. فرض دادین نوشته کجا؟ آماده سایه خانم نارسی. بفرمایید آقای دکتر. اینا رو من تنظیم می‌کنم میدم خدمتتون. متشکرم. بله. حالا چه کارهایی وادار می‌کنی؟ وقت نداری ما. خب چجوری هستی؟ خانم کجا میری؟ کجا برم؟ برو ببین گروه فیلم برداری حاضر یا نه. ما منم میریم. چشم. برو. سلام خانم مشتاق. سلام آقای امینی. بله بفرمایید. ببخشید. خواهش می‌کنم. جسارت من یه زحمتی براتون داشتم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواستم اگه آقای فاضلی. بله. شما فعلا برو به کارت برس پس صحبت کن. هیچ من مزاحمتون نمی‌شم. سلام. سلام. بریم قرار شد تو بگرانی حدا در حال نماشی فرقی نوشتی خودت رو یکس. سلام آقای دکتر. سلام. سلام. خوبی دکتر؟ خیلی ممنون. شما خوبی؟ خانم خوبن؟ خوبم. سرحال به نظر نمیرسی. نه چیزی نیست، خوبم. ببخشین اگه ممکنه میخواستم یه چند لحظه بخواستم. اصلا وقت نداریم برجان. دکتر از خانم مشتاق راضی هستی؟ شیش ماه اینجاست، شیش بارم ندیدمش از بس سرشون تو کارشونه. خیلی ممنون. با ما چطور؟ خوبه، خیلی بهتون سلام رسوند. خانم شما لطفا بفرمایید سر کارتون. اینجا شرکتی قرار کار انجام بدیم، یه دیدنی که نیومدیم ما. ببخشید من نمیخواستم مزاحم شم، فقط اگه دکتر خاطرت از روز اول چطور به ما معرفی شد؟ بله یادمه، یادم همین شرکت یادشونه. از بس از پدریشون گفتین همه اسمش هم میدونن آقا کمال بزرگ. من حواسم به ایشون هست، کارشون رو درست انجام میدن. خواهش میکنم وظیفه‌مو انجام میدم. خانم ما نباید شوهرتون رو ببینیم دو کلمه باهاش حرف بزنیم. عروسی گرفتین شام به ما ندادید. شوخی کردم، ولی یه شب شام باید بیاین خونه ما. حتما. ببخش من یه عرضی داشتم، اگه مزاحم نیستم یه چند لحظه وقت بدید. مزاحم که چه، اصلا من کلی آدم اونجا منتظر ما هستند. دکتر شما برو، من میام. شوخی با مزه ای، مثل قرار تو جلوی دوربین باشی نه من. پس اگر اشکالی نداره من بعد از کارتون یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم، کار مهم دارم. اگه کارت خیلی فوریه همین الان بگو. نه ممنون. اگه مرخصی میخوای من حرفی ندارم، اگه دکتر اجازه بدن. ظاهرن که خانم مشتاق علاقه به اجازه گرفتن ندارن. اونقدر به کار در آزمایشگاه علاقه مندن که وقت و بی وقت همه جا سرک میکشن، کنجکاوی میکنن. اینطور نیست؟ خب البته جاه طلبی و کنجکاوی برای جوانای امروزی مقدار طبیعیه، درک میکنم. اما آقای دکتر امینی، ما این از خود شما یاد گرفتیم، در هر کاری در هر موردی حرف اول رو انضباط میزنیم. متوجه نمیشم طوری شده.
چیزی نشده، سر فرصت صحبت میکنیم. بچه فیلم اداری منتظرن. بریم. البته اگر خانم مشتاق اجازه بفرمایند. بریم بریم بریم. مزاحمتون شم آقای اسلام، لطف میکنی اینو بدیم به دکتر امینی؟ چیه؟ تو این فلش اطلاعات خیلی مهمی هست، دکتر امینی باید مطالعه کنه. خب چرا خودتون بهش نمیدین؟ من نتونستم، یعنی نشد. خواهش میکنم، خیلی مهمه. چیزی شده؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ ببینید، من اگر این فلش رو دادم به شما، واسه اینه که الان شما مطمئن ترین آدمی هستین که اینجایی. دور مخفیه؟ خدا من خیلی جدیم، لطفاً خواهش میکنم، این خیلی مهمه. ببینین تو این فلش اطلاعات خیلی مهمیه، این اطلاعات ثابت میکنه تو آزمایش‌های کنترل کیفی خطایی هست. دکتر امینی ازش بیخبره، من براشون اطلاعات ذخیره کردم، لطفاً اینو به دستشون برسونیم. به هیچ کس دیگه هم لنگی غیر از خود دکتر امینی. خیلی مسئله مهمه، مسئله مرگ و زندگیه. میخواین الان برم بدم بهش؟ اگه نه 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 نه، هر وقت این شرکت رفتیم بیرون. باشه؟ الانم لطفا اونو بزنین تو جیبتون، کسی نبینه. باشه. من خیالم راحت باشه. مطمئن؟ حتما. اسلام. با. پس الان برسونیم. حتما. برای شما نگرم. باشه بر سر کش. بایزه. مثل نمیشه یه دیگه تو رو تنها بذارش. نه همه چی آماده بود. خب. دنبال شما بابا. دنبال من بیه. سه، دو، یک، حرکت. هدف ما ارائه بالاترین کیفیت با نازلترین قیمت برای مصرف کننده است. ما امروزه با سونامی سرطان روبرو هستیم و شرکت ما در راه مبارزه با این سونامی. همینطور که حرف میزنید راه برید لطفاً. من نمیتونم هم راه برم هم حرف بزنم، اینجوری تمرکز از دست میدم، نمیفهم چی دارم میگم. ولی اینطوری طبیعی تره. آخه الان اصلا طبیعی نیستید، اگه میشه راحت تر باشید. خیلی راحت تر. من همینجوری حرف میزنم دیگه. شما از من خواستین که بیام سخنرانی کنم. جسارتا خوش صحبت میکنید. یه خورده طبیعی تر راحت تر باشید. من الان تصویر رو دارم میبینم، برای همین قضاوت میکنم. پسر جون، من قراره درباره اثرات دارو صحبت کنم، قرار نیست بازی کنم. که اگه بازی قرار بکنن خب بازیگر می آوردین. آقای کارگردان لطفا ادامه بدید. چشم. بله بفرمایید. بله. خب حرکت. میخواین همینو یه دورگی بگم؟ بفرمایید. ما یه تیم کارشناسی داریم که قبل از تولید محصول تحقیقات مفصل انجام داده. کجا برسون؟ فرزاد من دیگه حوصله‌اشو ندارم، بقیه‌اشو خودت بازی کن. والا تا اینجا شم اینطوری که تو بازی کردی باید بهت اسکار بدم. اسکارش هم خودت بگیر. باشه، طبق معمول همه چیز گردن من. اینم روش. مه چی شو؟ هیچی بابا. تموم شد؟ این میکروفونا رو بده به بچه‌های فیلم برداری، باشون هم حساب کتاب کن. بگو امروز کنسله. خودم خبرشو میکنم. خوب شد. برو. جا گذاشته بودی؟ دست در نکن. زود داری میری؟ دارم میرم به یه دعوت مهم. میگم مگر از این دور دسته راضی نبودی یه گروه دیگه بیارم؟ نه باشه، فرقی با هم دارن. خودت برو جمعش کن. میدونم همیشه از عکس و فیلم و اینا گریزانی،
ولی باید تمومش کنیم. بابا 60 سالم اکمکت به چه دردم میخوره. دکتر جان تو تازه اول چلچلیته. خودتو با من اشتباه نگه. شب مهمون دعوت کردی ها. من تمام قرارمدارات رو کنسل کردم چون میدونستم که اگه بری دیگه بر نمیگردم. کار خوبی کردیم اصلا حوصله‌شو نداشتم. عوضش میرم بعد از ظهر یه جایی که حالم خوب میکنه. کجا به سلامتی؟ یه خیلیه برای بچه‌های سرطانی عادل دعوتم کرده. پس تمام زحمت‌ها رو می‌خوای بندازی گردن بچه‌ها و سارای من. بابا سارا عروس منه. خیلی خوب. بفهمید. سلام بابایی. آره گرفتم، خوبشم گرفتم، همون فیروزه‌ای. تو گفتی فیروزه‌ای دوست دارم. نه نگران نباش، خودم به موقع میرسونم. قربونت برم. جونه امه این امشب چه خبریه؟ هیچی هیچی آبجی هیچی. عادل جان چه کارش داری؟ چیزی نیست. چی میخواد؟ هیچی نمیخواد. حتما هدیه جان تحویل بگیر. دایی چی رو تحویل بگیری؟ دایی خواهرزاده از سر شب چی پش پش میکنی؟ خود چیزی نیست بقیه بابا حال میام خدمت دایی دکتر. هدیه هدیه جانم این بچه رو میگیری لحظه؟ نه نمیگیرم، کار دارم. آقا حسام خوب ما رو کاشتی فقط داری از سارا جون عکس میگیری یا ها؟ وقتی سارا جون اینجا هستی که توقع عکس نداشته. من دارم فیلم میگیرم اصلا. بابا این بچه داره خب نکار دستم نگو بشگیده خب نگو بریم بزنیم فیلم بگیریم. اما از همه فیلم میگیرم. زنده ای قاشق چنگال هست بچه ها زودتر میزو بچینی دیگه گوش نمونه. من در حال چیدن ازتون فیلم میگیرم اصلا. حسام بله یه دقیقه بیا. بیا یه دقیقه. چی شد سارا خوبی؟ حسام هر چی زنگ میزنم بابا گوشیشو بر نمیداره. خب سرش خیلی شلوغه، تو کافی شاپ کلی مشتری داره. انقدر سر شلوغه که حتی نمیتونه جواب تلفنشو بده. یه دقیقه وایسا. بابا از عمو فرزاد خبر ندارین؟ حتما داره رو بستنیاش گلبوتی در میاره بفروشه به خلق الله. نگران نباش دخترم، لابد طول کشیده کارش تو شرکت. گفت حتما شام میاد. حالا گفت خودم رو میرسونم. خب آشپز خوبی و گشنه نمیمونه. ما میتونیم شامو شروع کنیم. زنگ زن. الو سلام بابا جون، خوبی؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ باش ما که خونه عمو بهروزیناییم دیگه. آره چشم بابا. پاستا نخوری ها؟ باشه خب حداقل سس نزن روش، بده برات به خدا. چشم چشم قربونتون خداحافظ. داره میاد؟ نه گفت کارم خیلی طول کشیده به شام نمیرسم. اون تا همه پاستاهایی که باد کرده مونده رو دستش نخوره کرکره کافی شاپشو نمیکشه پایین. اما تو رو خدا شما یه ذره باش حرف بزنیم، به حرف من که اصلا گوش نمیده. من زورم بهش نمیرسه. بابات نمیاد؟ نه آخه چرا؟ این مهمونی رو خودش به گردنمون گذاشت. خب دیگه بیشتر از این نمیشه صرف کرد. سالگرد ازدواجتون مبارک. مبارک. دستتون درد نکنه، چرا انقدر زحمت کشیدید؟ پس این همه پیش پیشه برای این بود؟ البته طراح اصلی این قضیه غایب همون فرزاد. همیشه پای فرزاد در میونه. بابا بریم دستی عکس بگیریم. وایسی مامان دایی وایسی نازگل وایسی بیا. سیب 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 یه بار دیگه سیب. بابا یه لحظه میشه بیا. ببخشید الان میام. سیب بابا خانوم نگین مشتاق تو شرکت داد بهم، گفت بدم به شما. چیه؟ گفت مربوط به همین دارو جدید است. یه چیزایی هم درباره خطا تو آزمایش و این حرفا گفت که راستش بخواین زیاد متوجه نشدم. عجب آدم سمجی.
خیلی خوبه بعدم میبینم. نه نه تو رو خدا قول دادم بهش میدم به شما. او ول کنم استاد ده بار پیام داده. خیلی خوب تو به قولت عمل کردی دیگه. برو ببینیم اونا بس. خب وایسی عکس دیگه بگیری؟ می‌خواستیم دیگه مامان پس بابات کو؟ بابا میاد الان وایسی عکس دیگه بگیریم. بریم سیب عزیز من. سیب عالی. یه دونه دیگه. کیک بخوریم. باشه شما برو من میام. حالا چی هستین؟ نمیشه فردا انجامش بدی؟ من میام. باشه مامان. شما مامان نمیای؟ جانم مامان اومدم. دکتر احوال شما؟ سلام. این اطلاعات تو از کجا آوردی؟ من خودم آزمایش کردم تو آزمایشگاه کنترل کیفیت. البته ببخشید بهتون یه معذرت خواهی بدهکارم، مجبور شدم بدون اجازه این کارو کنم. فردا ساعت 8 شرکت باش. میخوام توضیحات و حضوری بشنفم. بله. آخ چشم. حالت خوب نیست؟ نه من حالم خوبه. چشم فردا راست ساعت 8 صبح شرکتم. خدافظ. خداحافظ. آی بابا بهروز پاشو بیا دیگه، میخوایم دور هم باشیم، بچه ها به خاطر ما اینجا جمعن. پاشو. باش بیا دیگه، منتظریم. همون مرد آروم 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 میاد وسط میگه من نیستم. من یه جا گگم یه مرده میخواه نده بر میگه. چی شده؟ چی؟ حالت خوبه؟ بله. چیزی نمیخواد؟ نه حتما. میموندی عزیزم؟ نه دیگه باید برم خونه، بابا اومده. با اون وضع معده‌اش نمیتونم تنهاش بذارم. حالا میموندی خودم میوردی میرسوندیمت دیگه. دستتون درد نکنه، شما که آخه دوتا بچه ها خوابن، الکی اسباب زحمتتون میشه. ممنونم برای امشب نایید جون. آداله کاش زنگ میزدی به آژانس. بله اختیار دارین راننده شخصیتون میرسونه. حالا اگه من بودم تا سر کوچه میخواست برسونه انقدر قر میزد. دیگه نیستی. با اجازتون خدا خدا با خدا خدا حسام چون یقه نگین جان. اینجا کجایی مادر؟ چی کار میکنی؟ لباس پوشیدی؟ آره. حالت چطوره؟ خوبه. خوب نیستی دیگه؟ درد داری بازم؟ چی میخوای؟ دنبال چی میگردی؟ خودم بیا منم باید میام بیمارستان. نه نخواد. مادر چرا لج میکنی؟ خب بذار بیام دیگه. نه مانیر خانم میرم خودم با ماشین میرم. ببینم زنگ زدی آژانس؟ آره گفت میاد الان. خیلی خوب. تعارف میکنی؟ بابا چه کار میکنی؟ اینا رو جمع میکنن. بیا مادر زنگ زدن شاید آژانسه. بیا قربونت برم. خوب
سلام. بابا خانم مشتاق کنجکاو. کمکی از من ساخته است؟ اه؟ مگر تو کمک کردنم بلدی؟ من فکر میگم من فقط خرابکاری ها گرفتی. میشه بفرمایی تو از عشقای من دنبال چی میگشتی؟ چیزی شده؟ هنوز نمیدونم. یهو چی شد؟ به کی زنگ زدی؟ به دختر آقای کمال نگین. مشکلی براش پیش اومده؟ اینقدر مشغول فرمولات شده که دیگه حواست به بقیه نیست. شنیدم بارداره. چقدر بهت گفتم بریم یه سر بهش بزنیم. بالاخره میگی مشکل چیه یا نه؟ یه سری اطلاعات و آزمایش داده که اگه درست باشه یعنی دارومون مشکل داره. تو دراز مدت یه عالمه عوارض جانبی داره. اون از کجا فهمیده؟ چطور خودتون تا الان متوجهش نشدین؟ همینش برای من سواله. نگران نباش، بسپرش به فرزاد، حتما اشتباهی شده. اصلا از کجا معلوم که ادعاش درست باشه؟ بهروز؟ ناهید اگه یه درصدم این آزمایش درست باشه حیثیت ما رفته. سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر. صبح بخیر. نامه ها روزنامه ها رو گذاشتم براتون رو میز. خانم گرامی، بله، به خانم مشتاق زنگ بزنین بگیم بیا اتاق من. چشم، من میارم. دکتر ساری نیومدن؟ چرا اومدن، رفتن دنبال کپی فایلایی که شما براشون فرستادی. آقای دکتر، آقای فروتن هم چند بار از پایین زنگ زدن باهاتون کار داشتن، بس کنه؟ فعلا نه. آقای دکتر، خب من میرفتم براتون کپی میگرفتم. لازم نکرده اومد. بله، منتظر شما تو اتاقم. خیلی ممنون. تو اینا رو برای چی برای ما فرستادی؟ بهروز، من باید بدونم این دختره با اجازه کی رفته این آزمایش رو انجام داده. مهم اینه که این آزمایش ها درستن یا نه. به نظر که دقیق میان. تام که زود تو دلت خالی شده ها؟ نه نه نه، ما باید پیگیری کنیم فرزاد. این دارو هزار رقم امتحان خودشو پس داده. ما قرار رو 100 تا آدم آزمایش کردیم و دادیم بیرون. کار از محکم کاری عیب نمی کنه. منم یه دفعه دیگه دقیق روش آزمایش کنم. چی داری میگی تو؟ ما همینجوریش هم هزار تا دشمن داریم که چش ندارم موفقیت ما رو ببینم. فرزاد، باید خیالمون راحت بشه. این دارو مهمتر از این وسواسایی که تو داری به خرج میدی. من حداقل 1000 جا این ور اون ور رفتم، پیش 100 نفر سر کج کردم تا تونستم بودجه این لعنتی رو فراهم کنم. بله من میدونم تو خیلی زحمت کشیدی، خیلی این ور اون ور رفتی، ولی ما باید مطمئن بشیم یا نه؟ هیچ وقت یادت نره که زن من بر اثر همین سرطان مرد. حالا سودش به کنار، اما دغدغه انسانی من هیچ کمتر از تو نیست. شک ندارم. بهروز جان، همین الان یه شرکت کانادایی با یه فرمول مشابه داره رو همین دارو کار میکنه. فرزاد، تو چرا فکر میکنی من این چیزها رو نمیدونم؟ اتفاقا خیلی هم خوب میدونی. من فقط دارم یادآوری میکنم تا بفهمی این دارو چقدر اهمیت داره. این دارو آبروی منه
آبروی توه، آبروی کشوره. اگه ایراد داشته باشه 10 ماه دیگه عوارضش معلوم بشه، ما جواب مردمو چی باید بدیم؟ شب چجوری سرمونو بذاریم رو بالش؟ حق با تو. حتی من فرض میگیرم که آزمایش این دخترم درسته که درست نیست، اما به اینم فکر کن، از هر 100 نفر 5 نفر ممکنه روی کلیه‌هاشون اثر منفی بذاره، ولی 95 نفر دیگه جونشون نجات میدیم. فرض جان، این 5 نفر برای تو هم مهمن، دوست منی، میشناسمت. اگه تو اول به این معضل برمیخوردی الان جاهامون عوض شده بود. من اونجا بودم داشتم بهت میگفتم دنبال قضیه رو نگیر، درسته؟ بله درسته، اما صدا شدن نیار، نذار یه عده تازه کار ازمون گاف بگیرن. باشه، حالا اگر واقعا تو میخوای این کارو بکنی، میگم فاضلی یه بار دیگه آزمایش بگیر. نه نه نه، من این دفعه میخوام مستقیم رو آزمایش جدید نظارت کنم. داخل اگه تو وارد بشی سفر میفهمه. اگه ترجیح میدی این کارو بکنی باشه، رئیس توی، شما دستور بفرمایید، ما اجرا میکنیم. دلخور شدی فرزاد؟ خیلیم شادمان شدم. دوست قدیمی، تو حرف منو زمین میذاری و طرف یه تازه کار میگیری؟ برداشت رو بد نکن. فرض کن 1% از حرفاش درست باشه، یک سهل‌انگاری رخ داده بدون که تو در جریانش باشی. یه آزمایش تکمیلی کافیه، من دنبالشو میگیرم، تو هم به کارت برس. خوبه؟ هر جو سلام میدونی شما. فرزاد فکرشو بکن، ما 20 سال زحمت کشیدیم برای این کار. من زحمت های تو ممنونم، الان داریم به نتیجه میرسیم. بذار نتیجه‌مون خدشه‌دار نشه، ما از این سطح هم عبور میکنیم، مطمئنم، ایمان دارم. منم مطمئنم، اما میدونی چی آدم به هم میریزه؟ ای کاش این دختره هم نگین مشتاق میومد روز اول به من میگفت. اگه من میدونستم یه همچین دختر وظیفه شناس رو با دقتی داریم، خب میآوردمش تو تیم خودم. خیلی خوب، هنوزم دیر نشده، خانم مشتاق رو دعوت میکنم آزمایش. نه دیگه. چرا نه؟ بذار من تصمیم بگیرم که کی کجا باید باشه. من 1000 جاره میبینم که تو ازش خبر نداری. خیلی خوب، خیلی خوب، اصلا نشد، نه ادب در نگیره. اگه واقعا میخوای من آزمایش خانم نگین مشتاق رو ندید بگیرم، ندید میگیرم. خوب تو ندید میگیری؟ برو، من تو رو خوب میشناسم. وقتی به یه چیزی گیر میدی ولکن نیستی. باش، با وجود این من تا آخرش کنارتم. من یه سورپرایز برات دارم. جدی؟ چیه؟ بعدا میفهمی. خب با خانم مشتاق تماس گرفتی؟ آره زنگ زدم، تلفنش که خاموشه، خونه رو هرچی زنگ زنم جواب نمیده. یعنی چه؟ دیشب زنگ زدم حالشو بپرسم، خیلی حال و روز خوبی نداشت. چش بود؟ خب بالاخره بارداره دیگه. آدرس خونهشو بده. من شما آدرس خونه خانم مشتاقو نداری؟ من چرا باید آدرس خونه خانم مشتاقو داشته باشم؟ نمیدونم، آخه خودش میگفت که پدرش از دوستای صمیمی شماست و با هم کلی رفت آمد خانوادگی داریم. آدرس رو پیدا کن. چشم در میر. Thank you.
بله بله. کیه؟ سلام خانم. سلام علیکم. با کی کار داشتین آقا؟ با خانم مشتاق کار دارم. شما؟ من امینی هستم، ایشون تو شرکت ما کار میکنه. باز چی شده آقا؟ چی؟ این بنده خدا که بی کس و کاره، شما هم ضعیف گیر آوردین، هی بالا میشین میان در این خونه. متوجه نمیشم راجب چی دارین صحبت میکنین. که زدین بچه‌شو کشتین دیگه، چی میخوای؟ کی زده؟ من چه میدونم، این آقای همکارتون ساروی سرویه. ساری بلند شده اومده در این خونه دعوا و داد و بیداد را انداخته، اعصاب این خانمو خورد کرده، اینم حالش بد شده، حالا خدا میدونه دیگه، اون وسط یه لگدی هم پرت کرده به شکمش، بچهش سخت شده. وگرنه دختر جوان سالم بچهش نمیفته که. ها من خبر ندارم از هیچ چیزی. الان کجاست؟ کجا میخواد باشه آقا؟ عزا گرفته بیمارستان. شبونه آژانس گرفت رفت، بعدم فهمیدیم که بچهش مرده. خدا بگم این آقای رو چی کار بکنه؟ اگه شوهرش بفهمه شرکت شما رو تخفیه میکنه. شما باید جواب این داغی که به دل این زن گذاشتین رو پس بدین. تو کدوم بیمارستانه؟ تر همین خیابون. راحت باش کن بخواب. شما چرا به زحمت افتادی؟ شنیدم خیلی ناراحت شدم، نمیخواستم مزاحم بشم، سر زده بیام. ولی خیلی ممنون. شوهرت کجاست؟ شهرستان رفته دنبال کارای کنسرتش. خبر داره؟ نه هنوز بهش خبر ندادم. یعنی چه؟ شوهر با تو همچین مواقعی کنار همسرش باشه و یه من وقتی دیگه به چه درد میخوره؟ اختلاف داری؟ نه اتفاقا خیلی هم با هم خوبیم، خیلی گرفتاره. فقط چرا از همه دوری میکنه؟ خب سیامک یه ذره اخلاقش خاصه، خیلی اهل رفت و آمد نیست، خصوصا با غریبه ها. من غریبم؟ پدر مادر چی؟ اونا که غریبه نیستن که، خبر دارم پیش اونا هم نمیره. یه ذره حالم بهتر شه بهش زنگ میزنم خبر میدم. اصلا به پدر مادرت گفتی؟ نه شما هم لطف کنی بهشون چیزی نگی. مامانم که میشناسین همینجوری زیادی نگرانه، میترسم خودخوری کنه. من رو به راه بشم خودم میرم حضوری بهش میگه. اگه اتفاقی برای تو بیفته من به آقا کمال چی بگم؟ شما چرا؟ اون تو رو سپرده دست من. خونه تو عوض کردی چرا به من نگفتی؟ اینجا راحتی؟ بهت میرسم؟ بله خیلی ممنون، همه چی خوبه. علت سخت چی بود؟ نه بگیرم بزن از زن.
میخوام برمیگردم. ببخشید خانم. بله. میشه خواهش بکنم؟ حتما. اتاق همکارم رو عوض کنید. چرا؟ اتاقی که این خانمی سخت کرده، نه با تو هم اتاق خانمی باشه که بچه زاییده. ما نمیتونیم آقا. لااقل ببرنش یه جایی که زاو و بچه نباشه. آقا من وقت این حرفا رو ندارم. مریض شما هم که مشکلی براش پیش نیومده. ما که نمیتونیم برای همه مریض اتاق مجزا در نظر بگیریم. سلام استاد امینی. سلام. حالتون چطوره؟ خوبم. دیلمی هستم از شاگرداتون. خوشحالم. خوشحال دکتر شدی. خوشحالم. باعث افتخار ماست که شما رو اینجا زیارت میکنیم. نظر لطفتون های دیلمی. اختیار دارید استاد، اختیار دارید. داروی شما باعث شده احترام همه ما توی جامعه پزشکی چند برابر بشه. متشکرم. خوشحالم. خانم عباسی. بله. آقای دکتر هر چی احتیاج داشتن در اختیارشون قرار بدید. حتما. متشکرم. شما بفرمایید. میگم از صاحب برسن خدمتتون. سلامت باشید. خانم عباسی. بله. چرا با استاد امینی بحث میکنی؟ من نمیشناختمشون که آقای دکتر. خیلی خوب، رسیدگی کنید. چشم. اگر باز عوامری هست من در خدمتم. متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلامت میشه. خواهش میکنم. باید جزه. خواهش میکنم. آقای دکتر با من امری نداری؟ من ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی ناراحتی نداری که جوونی، آینده داری، سالمی. قول میدم چند سال دیگه همین موقع داری موهای دخترتو میبافی یا پسرتو داری ادب میکنی. زندگی دیگه همش بالا پایینه. بله، ولی من نمیدونم چرا همه زندگیم رو به پایینه. هر کی مشکل خودشو داره. خب میدونم سخته، تیکه ای از وجودت بوده. مهر مادری هم چیز غریبیه، اما بدون اونی که داره قصه زندگی ما رو می‌نویسه برای ما خوب میخواد. بعد هر بستی بلندی وجود داره. شما اگه با زندگی که دارید این حرفا رو نزارید که ناشکریه. دختر تو چی از زندگی من میدونی؟ شما چی از زندگی من میدونی؟ یه بابای گل داری مثل شیر پشتت وایساده، یه مادر مهربون داری، دیگه چی از زندگی میخوای؟ بابا من قد پیر شده که دیگه نمیتونه کار کنه. شکر کن که هست، سایه‌اش هنوز بالای سرت هست. تو نمیدونی پدر چه نعمت بزرگیه. بمیرم من. اصلا غصه نخور، تازه اول زندگیته، هزار تا مشکل دیگه سر راهته. من جواب سیام بگو چی بدم. خیلی ذوق داشت، اتاق بچه‌مو چیده بود، واسه 20 سال آیندهش برنامه ریزی کردم. اون مرد زودتر کنار میاد، اون زودتر فراموش میکنه. تو فکر خودت باش، تو خوب باشی اونم خوب میشه. فعلا استراحت کن، خوب که شدی کلی باید کار داریم. آقای دکتر ببخشین، اگر راجع به اون قضیه سوالی داریم من در خدمتم. با این حالت که نمیشه، بعدا سر وقتش. نه من خوبم، اگر راجع به این قضیه با هم حرف نزنیم حالم بد میشه. خودمو میشناسم، اونجوری اذیت میشم. بعدم حرفای شما حال منو بهتر کرد. اگر جلوی این قضیه رو نگیریم هر چی زمان بگذره عواقب بدتری داره. اگه فوری نبود مزاحمت نمیشدم. راحت بشین. این اطلاعاتو از کجا آوردی؟ خودم آزمایش کردم. باور کنین احساس مسئولیت کردم، پیگیری کردم. چرا به رئیس بخش ندادی؟ فاضلی؟ من بهشون گفتم، خودشون قبول نکردن. چرا؟ نمیدونم. شاید فکر کردم من در حدی نیستم که از آزمایششون خطا بگیرم. پس این تمام و کمال آزمایش‌های خودته. به فاضلی هم گزارش دادی و توجه نکردی. بله. بله. بعدم مقدار فنولی که تو این دارو هست اگر جلوشو نگیریم تو دراز مدت عواقب بدی داره. خودتون ببینم دکتر ساری برای چی اومده بود در خونت؟ ایشون فهمیده بود که من این آزمایشو انجام دادم. خب اومده بود چی بگه؟ نمیدونم، اومده بود دنبال سند و مدرک میگشت. به من میگفت من دارم موش میدونم، برای اینکه خودم یه جوری راحت بکشم تو شرکت بالا.
نمیدونم چرا فکر میکرد که من با ایشون مشکل دارم، همش میگفت تو میخوای منو خراب کنی. بعدم یه سری حرفای شرم‌آور زد که از کی پول میگیری، آدم کی هستی، بر کی کار میکنی. چیزی از اطلاعاتی که به دست آورده بودی و بهش دادی؟ نه هیچی، اصلا از همین عصبانی شدن. فعلا استراحت کن تا بعد. سخت تو ربطی به بحثت با دکتر ساری داشت؟ نه اصلا به هیچ وجه. زبونت میگه که اون زن عقل درست حسابی نداره آقای دکتر. من نمیدونم چرا از کاه کوه میسازه. خیالتون راحت، مطمئن باشن اگه چیزی بود من حتما بهتون میگفتم. خدافظ. سلام. نرفتی که؟ همون جا باش، من دارم میام. فوریه. سلام. سلام. اوه جواش. ببخشید من کف کفشم یکم لیزه. دکتر تو شرکت پخش شده شما با دایی فرزاد چرا بحث کردید؟ اتفاقی افتاده؟ تو این شرکت همه از چیزایی که ربطی بهشون نداره زود خبردار میشن، اما چیزایی که باید بدونن هیچی. یعنی چی؟ چیزی شده؟ نه یه بحث کوچولی با هم کردیم، ربطی به دیگران نداره. پس خدا رو شکر مشکلی نیست. امیدوارم مشکلی نباشه، ما مشکلات بزرگتری داریم. تاش درسته چرا اضافه کنم؟ نه سلام. سلام سلام دکتر. سلام علیکم. سلام. احبه جناب آقای دکتر امینی از این طرف ها. فاضلی، آزمایش هایی که رو داروها شده گزارشش رو میخوام، کجاست؟ همینجاست، بیارم خدمتون. بذار در اختیار امیرعلی. چرا؟ میخوام یه دور دیگه بررسیش کنم. خب بذاری من خودم دوباره آزمایش کنم. آقای دکتر شما جدا آزمایش کنین، امیرعلی هم جدا آزمایش کنم. آقای دکتر، آقای فاضلی و دایی فرزاد آزمایش رو به صورت کامل چک کردن. آقای دکتر یعنی شما به من اعتماد نداری؟ حرفا چیه؟ از دو طریق آزمایش میشه، چه اشکالی داره؟ پای جون مردم در میونه. بله. خواهی دکتر اگر آزمایش مشکلی داشته باشه که ایشون و دایی فرزاد نتونستن به دست بیارن، مطمئنا منم از پسش بر نمیام. نمیدونی با من بحث نکن، من میدونم دارم چی میگم. یه دور دیگه دارو دقیق چک کن، بی خطا. داده ها رو بیار اون نمودار با اعداد و ارقام دقیق. باشه دکتر. میکنم. چیه میبینم هنوز داری با این پرونده ور میری؟ سپردم امیرعلی و فاضلی از دو مسیر دارو رو آزمایش کنم. خوبه؟ خوبه؟ خیلی خوبه. چی بهتر از این؟ اینجوری خیال هممونم راحت میشه نه؟ ولی امیرعلی رو امروز معاف کن. چرا؟ باید بریم پیش یه نفر که نه تو دوست داری اونو ببینی نه اون تو رو. کی هست اون یه نفر؟ آذر داره میاد ایران. آه، پس سورپرایزت این بود.
به سلامتی؟ چیه؟ توقع داری تنها عمه سارا نیاد عروسیش؟ مگه من چی گفتم؟ امیدوارم همه چی به خیر و خوشی بگذاره. با حضور آذر بعید میدونم. خب پس اجازه شو گرفتم. تو که نمیخوای آذر به دلیل دیر اومدن امیرعلی بازم شماتتت بکنه ها؟ امور کارمنده دست شماست، اجازه ما هم دست شماست. پس با اجازه. فرزاد هیچی باشه بعد همچنین مشکوک میزنی ها. من فردا برات یه سورپرایز دیگه هم دارم. اولیش که این بود، بعدیشو خدا به خیر کنه. خیره. الو سلام بهروز، تو قرار بودی خبری بهم بدی، پس چی شد؟ سلام نایت خانم. دایی جان سلام. سلام. دایی من برم از دکتر اجازه بگیرم بیام؟ اجازات قبلا گرفته شده، سوار شد. واقعا؟ دکتر اجازه گرفتی؟ لوس نشو. سر کار بودی تو ها؟ بله شرکت بودم. چطور؟ تیپ ضعیف کم مهمونی بودی. شما چیکار لباساتون دارین اینقدر؟ عمه خودش آدم با صفاییه. نه مردی معنی با صفا بودن رو فهمیدی. نسا بیا سارا بیا جونم. لباسام خوبه؟ آره عزیزم چطور؟ قول مرحله آخره دیگه این نه؟ احسان برای چه من نگرانی؟ نمیدونم بابا اینقدر از اخلاق این گفتی من اصلا استرس گرفتم، میترسم بیاد لکنت بگیرم. عزیزم من مطمئنم عمه تو نظر اول تو رو ببینه از تو خوشش بیاد، شک ندارم. این خوبه ها، اعتماد به نفسم میره بالا اینجوری. ای وای عمه رسید، بابا هنوز پیداش نشد. امیرعلی بله. بابا کجا رفت پارک کنه؟ دایی اومد. موقع رسیدم. سلام. سلام بابا. سلام سلام سلام. ولی یعنی که مثلا ما از زور تا حالا اینجا منتظریم. خیلی وقت اینجا این. چطور میخندی؟ خیلی خوب. هم بخند همین گلو تو بده به عمه. بابا. سلیقه امیرعلیه. دایی جان. حواستو جمع کن. آذر جون پاش برسه اینجا بازی شروع میشه. حواسم هست بریم. دایی فقط ازتون یه خواهش داشتم. من سریع باید برگردم شرکت. لازم نکرد. لازم نکرد. دایی من به دکتر قول دادم. بعد چند دفعه به تو بگم که من اجازه تو رو گرفتم. دایی کلی کار دارم. بی خود کردی. اه؟ بابا عمه رسید. رسیدم. خیلی خوب بریم. 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 یه گل برای گل دیگر. من خیلی بریم از دم بریم 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 باشه. چی شد عمه؟ چهار ساعت تاخیر داشتیم همینجور یه لگه پا بایستاده بودیم. انگشتای پام دارن گز گز میکنم. آذر جون بذار را برسی بعدم فرصت داری به زمین و زمان بده بیرا بگی. الهی من فدای تو بشم، دلم برای تو یه زرد بشم. نای منم خیلی دلتنگتون بودم. پس ماشی بندم از زور تو آره اینجا وایستدم انگشتای پامم داره گزگز میکنی انگار ننگار. اینو
ببین، اینو ببین، این امیرعلی منه. الهی که من دورت بگردم خاله، ماشاءالله. من داشتم میرفتم کانادا، امیرعلی انقدر بود، حالا ماشاءالله از دایش قدش بلندتر شد. از قدیم گفتن بچه حلال‌زاده به دایش میره. قدش که البته به شما نرفته. چشم ابروشی؟ چشم ابروشم به من رفته. ممنونم خاله جان، منم خیلی دوست داشتم از نزدیک ببینمتون. اینقدر لطفا با من رسمی حرف نزن. ناسلامتی من خالتمو 100 دفعه به این داییتون گفتم یه سفر این دو تا بچه‌ها رو بفرست پیش من، حرف نمیره تو گوشش. علت نیومدن امیرعلی ارق ملیشه. دلیل نیومدن سارا هم به خارج این آقاست. خیلی خوش اومده. تو عکس قدش بلندتر نبود؟ هم خوشتیپتر هم بود نه؟ همه چون دیگه از این خوشتیپتر؟ عکسشو فوتوشاپ میکنی واسه من میفرستی؟ بهتر نیست بریم. دایی جان من کمی دیرم شده، میتونم برم؟ کجا بری؟ من تازه رسیدم، کلی برای سوغاتی رو بردم خاله. خاله لطف دارید، من فردا مفصل میام با هم صحبت کنیم، کار دارم تو شرکت. کار داره، بذار بره. باش. با اجازه، خدا حافظ. من دلم برای مامان یه ذره شده، بگو ببینم حال و هوای مامان الان چه؟ نیشی داره زبونش. نه بابا تازه اولش دیدتت، کم کم حالا باهات دوست میشه. بیا دیگه، قدم کوتاهه. چی میگی دیوونه؟ بیا. شما وقتی اینقدرش بود 100 بار انداختمش توی بوز فقط برای اینکه قور نزنه. خب بگو منم چی کار میکردم. چی کار میکردی؟ چی کار میکرد بابا؟ میخواست انتقام بگیره، خواست من رو بندازه تو اقیانوس، اما نمیدونست پدرت چه شناگر ما. آره جون خودت. بیا احسان جان بیا. عمه جون نمیدونی مام بزرگ چقدر دلش بردیدن تو تنگ شد. آخه فکر میکنی منو یادشه؟ وا عمه این چه حرفیه میزنین، معلومه که یادشه. خیلی خوش آمدی عزیزم. سلام آقا. سلام. من فردا صبح ساعت 10 میام. خوبه، ایرادی نداره، بفرمایید. الهام جون پرستار مام بزرگم. شما کجا تشریف میبری؟ ساعت کاریم تموم شده خانم. یعنی چی؟ مگه پرستار ساعت کاری داره باید شبانه روز اینجا باشه؟ شما فردا دیگه نمیخواد تشریف بیاری؟ آزاد جان شما که نمیخواد این خانمو از کار بیکار کنی؟ نه اگه میتونه با شرایط من اوکی باشه به کارش ادامه بده. ایشون خیلی خوب کار میکنه، مادرم کارش خیلی زیاده، میتونی تنهایی از پسش بر بیای؟ فردا قبل از اینکه ما بیدار شیم اول وقت بیا مشغول کارشون. خداحافظ. بالاخره بریم تو یا نریم؟ بریم. چرا اینجوری ماتت برده؟ نه چقدر احمد مهربونه، دلش مثل دل گنجیشیه. سیاتا میشنوه ها، حواست باشه گوشش خیلی تیزه. ماستم یعنی حسام و شام نگه داشتن؟ بله بابا، هرچی بهشون گفتم من با خودشون ببرم نبردم. همون بهتر که نبردم. چرا؟ شام سمولی. با وجود آذر خانم امشب حسام شب سختی رو در پیش داره. باز چی دارید میخندید؟ چی بابا؟ شاد رو بود. آخه الهی که من قربونتو بشم، مادر جون دلم برای یه ذره شده بود. سارا جان بگیر بگیر، آذر بیا بیا تمومه، بیا. من اینم فقط بریزم. چه کردی؟ به به
این داداش ما از وقتی من یادم ها از آشپزخونه نمیشد بیاریمش بیرون. همش میگفت میخوام این مواد رو با هم قاطی کنم ببینم چه مزه ای میشه. آخرم که اینقدر همه چی رو با هم قاطی کرد یه چیزایی درست کرد به اسم غذا. به اسم کباب. آه چقدر زحمت کشیدی. بدیم من بدم. دستتون دستتون. خیلی ممنون. مادر جان با اجازه. بابای من بهترین آشپز دنیاستم. مگه اینکه دخترت ازت تعریف کنه؟ کاش آشپزی خودت هم مثل بابات بود، فقط به من نیمرو میده. چرا احتیاج نیست آشپزی کنه؟ دختر تحصیل کرده ایه، با بقیه فرق میکنه. حالا اگه شانس بیاره یه کسی که لایقش باشه و قدرش رو بدونه باشه ازدواج کنه، 100 نفر میاره براش آشپزی کنه. آزاد جان ببخشید، اون موقع که پدر بزرگ شما هیچی نداشت، پدر بزرگ سارا بروبیایی داشت به سر جد. تمومش کن. نمیگم که بهش بر بخوره، میخوام در جریان باشه. دیگه غذا هم داره سرد میشه، هم شو. بده مامان. انقدر خانواده ما همیشه خاکی برخورد میکنن که هیچکی نمیفهمه ما کی هستیم، چه اصل و نسبی هستیم. تو تا کی میخوای پرچونگی بکنی؟ بابا چطوره؟ بابا همش آزمایشگاست دیگه. فرزاد میدونه همه عمرش رو گذاشته پای این داروی جدیدش. من زیاد نمیبینمش، هر وقت میاد خسته است. بله اما به روز مرد کاره، برای کارش هم هیچ وقت کم نمیذاره. مرد کاره یه برده پول. اما به روز اصلا پول براش مهم نیست همه جون، همه زندگیش و شغلش دیگه، اونم به خاطر اون شخصیت متعهد و مسئولیت پذیره که داره. اتفاقا از اینجور آدم رو بد ترسید، خیلی مقبول میان جلو بعد یهو دودمانتو به باد میدن. با عمه جون این چه حرفیه میزنین؟ همه رو سر عمو بهروز قسم میخورن. آدم همیشه از کجا میخوره؟ از اونجایی که فکرش هم نمیکنه. آذر اگه یک کلمه دیگه بخوای ادامه بده من این غذا رو میریزم دور. ای بابا خیلی خوب، خیلی خوب فرزاد جان، یعنی من حق ندارم حال احوال داماد و فک و فامیلاشو بپرسم؟ سر شام نه لطفا. حسام پسر بیشیده پیله و این چیزی که برای من خیلی مهمه. ببین فرزاد جان اگه دوباره داغ نمی کنی این پسر همون باباست، خب باید به صداقت شک کرد. ببخشیده زندگی به من یاد داده رو راست باشم، من رو حرفمو میزنم، از این آدمو نیستم تو رود لبخند بزنم برم پشت سر صفه بذارم. اتفاقا هم به جون حسام هم دقیقاً تو این زمینه عین خودتونه. ببینیم و تعریف کنیم. حسام کارش درسته، آدم صادقیه، عکاس هنرمنده خوبه، ولی خب من تا حالا ندیدم کسی با این چیزا صاحب خونه و زندگی شده باشه. البته اگه شما میگی حتما درسته. من تا سه میشمارم، اگه یه نفر یک کلمه دیگه بخواد ادامه بده من تب بفهم خشکم بفهم. بهروز چرا سر حال نیستی؟ طوریم نیست. دست درد کن. فکر نمی کنی دو نفری بهتر بتونیم حلش کنیم؟ هرچه من تخصصی تو این زمینه ندارم ولی شاید از بیرون بهتر بتونم به مسئله نگاه کنم و شاید هم پیشنهاد بدی نداشته باشم. فعلا که چیزی معلوم نیست، چرا چیزی بگم بی خودی ذهنتو مشغول کنه؟ خب به تبریک میگم، نگرانیمو بیشتر کردی. لاید من بیشتر نگران بچه هام، حسام، سارا. ازت گله دارم. این درسته که هر وقت برات مشکلی پیش میاد میری تو لاک خودت و منو بیخبر میذاری؟ میترسم این وسط مسئله پیش بیاد بچه ها قربانی بشن. یعنی چی؟ چی شده که به این نتیجه رسیدی؟ آخه حرف کوچیکی نمیزنی بهروز که اینقدر سرسری میگی. من و تو هیچ وقت هیچی از هم پنهون نکرده بودیم. اجازه بده فردا همه چی معلوم میشه، اون وقت میشینیم مفصل با هم حرف میزنیم. ناهید من حتما به کمک احتیاج دارم. فقط یک کلمه بگو مشکل اصلی چیه؟ اون چیزی که باعث شده خودتو تو این اتاق حبس کنی بیرون نیای. Thank you.
حسامه. برو پیشش بگو دارم کار میکنم، ذهنم مشغوله، بعدا با هم صحبت میکنیم. حتما باید صحبت کنیم. سلام. سلام، شب بخیر. ممنون. چقدر دیر اومدی؟ عمو فرزاد کلی غذا درست کرده بود، مجبورم کرد همشو بخوریم. چه خوب. عمو فرزادم که یه پا سرآشپزه. مطمئنم که همه غذاهاش هم عالی بوده. من که هیچی هم مزه غذا نفهمیدم. چرا؟ اون این آذر رو میشناسی؟ دیگه باید به آذر خانم بگی عمه. چرا اینجوریه؟ اون که زن خوبیه. خیلی زبونش نیش داره. خیلی اصلا همینطوری یه بند. آذر همیشه همینجوری بوده. آدم احساساتیه. دیر اخت میشه ولی هیچی تو دلش نیست. انقدر بهم تیکه انداخت میخواستم بزنم زیر همه چی بیام بیرون. تو به خاطر سارا باید سنگین تر از اینا رو تحمل کنی. عمشه دیگه، نگرانشه. خواسته از زهر چش بگیره که حساب کار دستت بیاد. عمه این زنبابای سیندرلا. برو بگیر بخواب، الان خسته ای. در مورد عمه همسرت هم مؤدب باش. دوبار بازر خانم گفتی این، حواست هست؟ باشه شما بریم من بیم. بابا کجاست؟ درگیر کارشه. باید فردا با من بیاد. عمو فرزاد تأکید کرد حتما همه با هم بریم. کجا؟ واسه چی؟ نمیدونم. شدم رودی تو را دریا به دریا جستجو کردم، برای دیدنت هفت آسمان را زیر و رو کردم. تو باید آن من باشی، جنون جان من باشی. تو باید آن من باشی، جنون جان من باشی. جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمان من باشی. جهان را خانه خواهم کرد اگر مهمان من باشی. آتش ها کفشاندم، چه طوفان ها به پا کردم. چه آتش ها کفشاندم، چه طوفان ها به پا کردم. به شوق دیدن آرامش چشمت چه ها کردم. به شوق دیدن آرامش چشمت چه ها کردم. یکسان شد
کجا رفتی که این لانه اسیر چنگ طوفان شد؟ کنارم باش تا از نو به پای هم سر اندازیم.